با سلام مجدد خدمت شما خوبان بیننده های عزیزی که همچنان ما را با نگاه های مهربانانه خود همراه هستید و همراهی می کنید. مجددا عید سعید قربان خدمت یک شما خوبان تبریک و تهنیت عرض می کنم. یقینا بحثی هست که در روزهای عید بخشش کرم بیشتر باشه و ما هم بتوانیم انشاءالله ابراهیم گونه زندگی بکنیم، خصوصا در روزهایی که فرصت های بسیار عالی هست برای عفو و بخشش و گذشت و خوشی ها که اینها رو میتونیم تقسیم بکنیم. اما همونطوری که هم مشاهده میکنید با همکار خوبم جناب آقای امینی آمدیم در منزل جناب الحاج نوید احمد وفا، یکن از تجار خیری که همیشه در کارهای خیر سبقت گرفتن و این کارها رو تلاش کردن انجام بدن. انشاءالله که صحبتی با این بزرگوار داشته باشیم. جناب آقای وفا عرض سلام و ادب دارم، عید خدمت شما تبریک عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، من عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید، عید شما مبارک. باید خلیلی بود و به یار اعتماد کرد، گاهی بهش در دل آتش میسر است. عرض سلام مجدد دارم خدمت بیننده های رسانه وزین شما، عید سعید اطهار تبریک عرض میکنم. آرزومندم روزها عید به خوبی و خوشی سپری بکنند و انشاءالله که هر روزشان عید باشه و هر شبشان برات. انشاءالله سپاس از شما. امین صاحب عزیز وقت میدون در خدمت شما، میتونین که سوال با جناب عیسی آغاز بکنید. جناب آقای وفا، عید چگونه آغاز کردن؟ خب شکر خداوند به جا میاریم که باز نفس میکشیم و یک عید دیگه شروع کردیم. عید خیلی خوبیه، الحمدلله شاکریم به دربار خدای عزوجل که روز عرفه هم به خیر گذشت و دعای حجاجی که در بیت الله حرام بودن اونا رو گرفتیم ان شاء الله. و عیدم روز اول عید تا فعلا که خیلی خوب آغاز شده، متفاوت از سالهای دیگر. نماز عید امسال ابتکاری کردن که وقتتر خواندن چون هوا هم گرمه، نماز عید وقت خوبی خوانده شد که تایم برای قربانی ها. ما نماز عید در این بسته جامع میرزا محمد ایساق میگن داخل جاده مهتاب نمازهای جمعه رو همینجا ادا میکنیم. نماز عید هم بسیار بسته جامع خوبی و نماز از رأس ساعت 7 بجه ادا کردن، خداوند قبول کنه. اتفاق خیلی خوبه که امروز برای شما افتاد و خوشایند بود. چی اگرچه امروز کلا بحث قربونی و بحث دید بازدید اینا هست، چیزی که از صبح به ذهن شما از تو اتفاق خوب بود چیه؟ خب یکی از جمله اتفاقات خوب اینه که در فضای امنیت زندگی میکنیم و این امنیت یک غنیمت بسیار بزرگه که خداوند نیره بیشتر بکنه، بیشتر و بیشتر بکنه و این امنیت ماندگار بمانه. دغدغه‌های امنیتی همیشه در روزهای اول عید میشنیدیم که بعضی حوادث ناگوار ناامنی بوده. فضل خدای عید تا فعل حال که ما شاهد هیچ حادثه در کشور خود نیستیم و ای که مردم با وجودی که مشکلات خیلی زیاد دارن، اما عیدا در افغانستان و در این شهر ما شما خوب تجلیل میکنن. ما در وقتی به بیرون میبینه خیلی با انرژی هند و خوشحال هند، ترس و استرس و بله. استرابی اینا حالی نیه، هرچند مشکلاتی که دارن هم عید خوب تجلیل میکنن مردم ما. و از عید همون طوری که تاکید شده در دستورات دین به همون نوی و به همون امکانات و نداشته خود مردم از عید میکنن و به استقبال میدن. تشکر از شما. ایسه بس خوشی ها و دید و بازدید ها در روزهای عید هست و فرصت خوبی هم هست، اما چقدر تلاش میکنین به عنوان یک مسلمان، به عنوان کسی که در هرات زندگی میکنین که شرایط هم برای همه سخت هست، بتوانین تا اون اندازه که توان دارین خوشی رو برای خانواده ها و برای کسایی که نیازمند هستن به اونها هم برمقان بیارین؟ قطعا فلسفه عید امینه واسه عید قربان که عید ایثاره، عید فداکاریه. او فلسفی عید و او ایثاری که ابراهیم وار میشد، این برای یک مکتب بوده که برای مسلمان ها یک میراث بمانه، یک درس بمانه که او از او الگو بگیرن. اگر هر کدام ما بتوانیم که در روزهای عید هر کس به اندازه توانه، خب ولو کسی بتونه با یک لبخند، با عیادت از یک بیمار، با یک ایدی کردن با یک طفل که او خوشحال میشه، تبریکی دادن همون لباسی و این که آدم بتونه باز کمک بکنه مستمند و بیچاره و افتاده، این که دیگه آدم یعنی واقعا سعادت نصیب آدم بشه. به هر نوع آدم اگر میتونه در این کمک بکنه به هموطن خود، با قلمی، با درمی، با لبخندی، بالاخره با
آدم بتونه به هم نه و خود کمک کنه و ایده به معنای واقعی از او تجلیل بکنه. جناب آقای وفا، چون یکی از تجار خیر هستین، برنامه شما برای فقیرها و مستمندان امروز چی بود؟ خب همیشه ما همین تلاش خود میکنیم، کمک ما خیلی اندک و ناچیزه، یعنی قابل یادآوری نیست که ما بیام یادآوری کنم که ما چیکار کردیم. همین نیت داریم که کمک بکنیم، این نیت داریم و تلاش میکنیم که اگر یک مستمندی و اگر یک کسی که نیازی داره و نیاز از او به دست ما رفته میشه، اون نیت هست که ما هم کار انجام بدیم. حالا اگر ما بیام به شما بگم که ما در این روز یا مشخصا دیروز یا امروز یا فردا میخواییم چیکار بکنیم، خیلی اندک و ناچیزه، اما نیت ما اینه که کمک بکنیم و انشاءالله که خداوند توفیق بده که کمک بکنم. بسیار عالی. همونطوری که همکار خود ما آقای امینی گفتن که برنامه های باید داری کمک داشته باشیم، و اشاره که جناب عالی فرمودید بحثی هست که ما یک الحمدلله توانایی مالی هم دارید، اما یک موضوعی بسیار مهم رو همین سه اشاره کردن که ما شاید بعضی وقتا بگیم که یک بهانه بیاریم که یا پولی در دسترس نیست یا کمک مادی نداره، اما اشاره که جناب عالی سر کردن گفتن بعضی وقتا میشه حتی با یک لبخند ما یک کسی رو به عید خوشیار تقسیم بکنیم. همین سه بهانه‌ای برای خوشی کسی نباید داشته باشیم، درسته؟ اما یک چیزی که امروزه جا افتاده، بعضی وقتها بعضی ها میگن که والا فرصتی ما نداریم یا ما کمکی نداریم که برای کسی ما خوشی رو وجود بیاریم. از دید شما بیشتر روی این موضوع توضیحات داشته باشیم. خب یک معلفه هم هست، میگن بخشندگی از جیب بزرگ کرده دل بزرگ میخواد. آدم اگر دل بزرگ داشته باشه، هر کس به اندازه توان خود، همه که نمیتونن، اما مردم به یک وضعیت باشن، خیلی توانمند باشن، خیلی پولدار باشن که اکثر کمک بکنن، هر کس به اندازه توان خود میتونه که کمک بکنه، مهربان باشه. فقط ما کینه از دل خود دور بکنیم، سیله رحم به جا بکنیم، به واقعیت امر، به فلسفه ای توجه بکنیم، گذشت بکنیم. اگر کسی در مقابل ما خدای نخواسته بدی کرده، بی احترامی کرده، ما پیش قدم بشیم، او را ببخشیم، او را عفو کنیم، یک کمکی کرده بریم با او ایدی بکنیم. و اگر توان داریم برای فقرا، مخصوصا برای ایتام، برای یتیم دست، به یتیم نوازش در این روز عید بدیم. خاطر اینکه یتیم گفتین، اشاره بسیار خوبی کردین. میخوایم احساس شما رو وقتی که به یک یتیم شما کمک میکنین، همون احساس خود اگه بیان بکنیم، چه احساسی داریم واقعا؟ اگر خداوند به من توفیق داده باشه و بده، و که او احساس قابل وصف نیست برای هر کسی که اگر احساسی داشته باشه و بتونه واقعیت به یک یتیمی یک کمک بکنه، یک یتیم بخندانه، یک یتیم نوازش بده، یک یتیم راهنمایی خوب بکنه، به یک یتیم یک کلمه گپ خوب یاد بده، او قابل توصیف میه دیگه. او چقدر فضای آدم آرامش پیدا میکنه، چقدر از لحاظ روحی روانی آدم تسکین میشه، احساس خوشی میکنه، احساس آرامش میکنه. کاش که خداوند برای همگی ما توفیق بده که ما در این وطن متاسفانه بدبختی ها زیاده، ایتام زیادن، مستمندان زیادن، مریضا زیادن، معتادین زیاده، و هر کسی که نیازمنده برای یک کمکی است، هر کس به اندازه توان خود کمک بکنه. حجی صاحب خیلی چیز خوب اشاره کردیم، وقتی مثلا به یکی کمک میکنیم، تنها بس کمک مدینیه، یک تبسم داشتن، یک سلی رحم به جا آوردن، از خود گذشتگی کردن، مثلا از یک ناراحتون چی مقصر باشیم و نباشیم جلو رو میشیم، بالاخره میریم مزید خیلی میکنیم. این هم اگه فرصت هایی که خداوند همی ایدر بونه کرده به اسلامش گفت منجیروی خیلی خوبیه، یعنی خدای نکرده نشه که اید قربان بیایا با آماد و ما نتونیم یک ایدی پر دستاورد داشته باشیم. جناب آقای وفا، از دوران طفلیت بگیم، از خاطرات خوب بگیم، از ایدی هایی که برای شما دادم، از کفشانوی که میخریدم برای شما، چیگونه بود؟ کمی از اون دوران قصه کنیم. دوران طفولیت دورانیه که آدم گاهی وقت که اگر کمی فکر میکنیم کاش که آدم بزرگ نمیشدیم، دوران میمان، چون آدم از لحاظ روحی آرامه. واس در برای ماهایی که در این کشور متاسفانه دوست داشتنی اما پر از جنجال زندگی کردیم و بزرگ شدیم، دوران کودکی چون دغدغه های تو کمه، پریشانی های تو کمه، نگرانی و تشویش تو کمه، دوران بسیار خوبیه. ایدها هم به دوران عالی، هم همی کودک های از اید همی لذت میبرن که ما احساس نمی کنیم. او وقت هرچند امکانات کمی بوده، اما او شوق و ذوقی که ما در کودکی به اید داشتیم، از یک ما دو ما روز شمانی میکنیم که اید میشه، اید چند روز رخصتی داره،
از مکتب رخصت دیم، از کورس رخصت دیم، ایدیم، به کجا به ایدی میریم، کی به ما ایدی میده، او شوق و ذوق در امو ایدی که گرفتیم بیاد شما هست؟ دقیقاً فکر کنم اولین ایدی من از پدر خود گرفتم، دیگه از دوست و ماما و قوم و کاکا اینا هم ایدی گرفتم، منتها اولین ایدی که اگه به یاد ما باشد داره. بسیار عالی. اما یک سوال دیگه که جناب عیسی به همین یکنی به فکر من رسیدی بود که تا حال شده که عید آمده باشه و شما لباس در روی عید نداشته باشین و احساس ناراحتی کرده باشین از دوران کودکی تا اکنون؟ بله بله، چند زیاد ایدای بوده، از حتی در دوران کودکی، در دوران نوجوانی، در دوران جوانی ایدای عالی. همین هم لباس نو نیست. لباس یکی یک برنامه دیگه شما لباس به تن بوده، لباس به عید هم لباس نو ندارم. اما وقتی یعنی لباس نو شرط نیه، لباس پاک باشه، اوتو بکنی، بپوشی، ای خوبه. چند ایدای زیاد شده که من لباس نو نپوشیدم و خوبه که اطفال لباس نو بپوشن، الان توجه داشته باشه، کودکا لباس نو بپوشن، ما هم اگر لباس نو بپوشیم در این روز خیلی خوبه. اما من خیلی شخصا به این موضوع تمرکز دارم که حتما در روز عید لباس نو داشته باشم. هر جایی میگن اگر روز عید لباس نو خود بپوشی پرسان نداره، این تر گپی هم هست. اگر بتونه خوب فرصتی نشد، ایدای زیادی بوده که لباس نو داشت. ایدی بشد آقای وفا که شما لباس ببرده باشین به خیاطی و مو فرصت نداشته باشه خیاطی مثلا بدوزه و شما بی لباس مونده باشین، لباس نو منظورم. بوده ایدی هم شده؟ به این سوالای که آدم به اصطلاح کلانی بودم به این توجه نکردم. اگه دختر ندخته طفل که بودم یک دوباره شده که خیلی گیره کردم، خیلی نارامی کردم که چرا لباس من دخته نشده. بالاخره به هر طوری بودم میفهمید که پدر و مادر به هر نوی مشکل حل میکنن و حتی به تا صبح ایدم شده، تا بعد از نماز ایدم شده، بالاخره یک خیاط قانی ساختن و لباس اید دختر آوردن. اول ولی آید یک دیوار یاد من میگه که شده. اما یه چیزی هست این سیب، در دوران طفولیت کودکی که هست بیشتر لباس برای فرزندان پدر و مادر انتخاب میکنن، حالا دوران نوجوانی هم بیشتر به سلیقه خودشان است. جناب این سیب، از اکنون بگیم که لباس پوشیدن شما نام خدا خوش سلیقه هم معلوم میشه، اما خب میخیلی پرسوم که سلیقه خود شما هست یا به اصطلاح امو قمندان بگیم به اصطلاح عامیانه، یا خانم نگاه پدر مادر به سمت لباس است؟ خب قبلا واقعا نمی رقم بود که لباس برای آدم مخصوصا تا سن 16-17 سالگی لباس می خریدن و می آوردن. حالا مکیم به چهار می بینم از اولادا خود خو نه بریم به چهار 7-8-9 ساله هم اینا خوش می کنن. این رنگ نه مامو رنگ ما یا موی گپا هست، تغییر کرده روش زندگی ها. من خودم خیلی پیشتر هم عرض کردم بند همی مسائل نیم لباس، یعنی 7-8 سال 10 سال میشه من خودم به خود خیلی کم شده که من رنگ لباس خوش کرده باشم. بیشتر خانواده نقش دارن به اینکه مثلا این رنگ داری، این رنگ نداری، برن تکه میخرن، به خیاط میدن، روان میکنن به خیاط، برای حتی تعیین میکنن که این سال مثلا این بار که رخ جور کردی رنگ است مثلا تیره داری، رنگ واتر بگیر به خود، یا مثلا این رنگ نداری بگیری. اما رنگ مورد علاقه شما چه رنگی میتونه باشه؟ من از رنگای تیره که رنگای واه رنگای روشن دوست دارم. جناب آقای وفا، از بحث لباس اینا بیایم بیرون، امروز روز ذبح قربانی ها بود، آیا شما خود شما کارت به دست شدیم به قول دوستات ذبح کردیم؟ ما خودم نه که کارت به دست گرفته باشم، اما بودم وقتی که ذبح کردن، به اصطلاح از بعد از اعضای خانواده هم وکالت داشتم و خودم هم حضور داشتم. من نمیم آدم تنبلی هم به این کارات، هیچ دست پا ندارم که بیام کلا، یعنی تال زبه نکردیم یا نه تجربه داری میتنم؟ نه یاد ندارم. خیلی طبعا تو موضوع زب که از کمی با اصلا با کشتن مخالفم، کشتن بعضی همون دلسوز و مهربون تر هستن، قبلا هم یادآور شدین. اما بس عیسی، بس این تازی سر بریدن ها، این اج خدای بی غم ها، با هم سر بریدن خیلی. یک موضوع دیگه یا عیسی که میخوایم از خود شما این اعتراف رو بشنویم که خب الحمدلله فعلا که مشخص از سیمای شما که آدم روشن فکر و جوان هم میتونیم بگیم که با استعداد هستین، در دوران کودکی چقدر شوخی میکردین روزهای عید به جای شیرینی خوردن اینا کتک میخوردین؟ خب دوره های قبل یا شاید ما تفر بودیم فهم قدر چیزهایی که بود آدم بیشتر میدانست، بیشتر کیف میکرد از داشته ها، هرچند امکانات قدر زیاد نبود اما امکانات کم آدم کیف زیاده میکرد. حالت امید مخلفات و امید
چیزات زیاد شده، تشکیلات و در مجموع همین تجملات زیاد شده، مزه هم برفته. در اون سالا چره خوش داشتیم که اگه میمون خونه فارغ شه میمونا بریشن مشت خور میمدونی برسونیم به کسی کنیم و خور بیرون مدادیم چاکلیت ها به کسی کنیم. حالا باز این بچه ها میبینیم خیلی به میگه علاقه ندارن. حالا همین شرایط زندگی فرق کرده، او وقت اگر امکانات کم بوده لذت بیشتر بوده، حالا کمی فراوانی تر اگر شده او لذت قبلی نیست. چرا من خیلی شیرینی دوزی کردم از خانه، اما لطی که خوب خوردیم و به یاد شما هست که شیرینی ها به اصطلاح خود شما دوزی کردیم، آیا به یاد شما هست بوده مثلا شیرینی؟ آره من یک گپ بزنم بینیم داشت شما شاید اگر بازی شروع کرد بلافوف. ما در خانه ما لط رواج نبوده، یعنی ما در خانه که ما بزرگ شدیم پدر ما معلم بودن، مادر ما تقریبا 44 سال در معلم بودن خانواده. ما در خانه ما با کلمه لط و اینا با حتی با طفل و بزرگان خیلی آشنایی نداریم، همین خوشبختانه یا بدبختانه نمیفهم، یعنی این با واژه کتک و لط و اینا در خانه ما اصلا خیلی رواج نداشته. خب چگونه متوجه میکردن که کار شما اشتباهه آقای وفا؟ خب روش هایی بوده ایدیال که شما نمیستندم چند روزی نگاه دارم پیش، خب بگم نده چره چره ایدیال قطقل خیلی شدم به شما که گفتم نگاه دارم اینا به قلق میندازیم اینا چیکار کنیم فلان کنیم، باز حساب کتاب درسته ما نده. خیلی خب انشالله که عید خوب خوش داشته باشیم، خوشحال شدم. خداوند قربونی ها شما رو قبول کنه آقای فرمانده عزیز. دقیقاً همونطور که همکار ما هم گفتن بحث ایدی و ایدی گرفتن که روزهای عید بوده لذت‌های خوبی هم داشته. سپاسگزاری می‌کنم از شما جناب آقای وفا و می‌خوایم که در اخیر بحثی که با شما هستیم، کمره تلویزیون جهانی ایستا در خدمت شما هست. شاید دوستا عزیزی باشه که بنابر مصروفیتی که دارین نتوانین به خانه دید و بازدید بریم یا خارج از کشور هستن، می‌تونیم پیام تبریکی خود خدمتتون‌ها تقدیم کنیم. تشکر می‌کنم از تشریف آوری شما، تشکر می‌کنم از حوصله‌مندی بیننده‌های شما. امیدوارم که روزای عید به خوشی سپری بکنن و عید مجددن برای همگی تبریک میگم. امیدوارم که دعای روز عرفه هم روز بزرگ عرفه شامل حال همگی شده باشه و برکت و به عزت ای عید بزرگ و ای فضای خوشی و امدلی و اخوت در کشور ما صلح و امنیت هرچی بیشتر، پیشرفت، تعالی و همدیگر پذیری و یک زندگی مرفه برای همگی ایجاد بشه. هر عید ما از عید بهتر باشه انشاءالله. شما سلامت باشین دوستان، همچنان با ما همراه باشین.